این خط رو بهش میگن خط میزان و این دو تا خط پایان رو بهش میگن دوبل خط پایان یا دوله خط پایان. پایان رو نشون میده به ما. اشکال مختلف نوت از لحاظ زمان بندی، شکلهای مختلفی داریم ما. این شکل نوت رو بهش میگن نوت گرد که از لحاظ زمان بندی 4 ضربه، البته بستگی به کسر میزان هم داره، ولی اون چیزی که ما فعلا میخوایم یاد بگیریم اینجوری فعلا در نظر داشته باشین که نوت گرد 4 ضربه، نوت سفید ارزش زمانیش 2 ضربه، نوت سیاه ارزش زمانیش 1 ضربه، نوت چنگ ارزش زمانیش 1/2 و نوت دله چنگ ارزش زمانیش 1/4. این چیزی که الان توضیح دادم فعلا فقط حفظ بکنین تا بعد عملا بهش برسیم که عملا توضیح بدیم یه ضرب، دو ضرب، نیم ضرب، 1/4 ضرب به چه شکل اجرا خواهد شد. خب منظور از ضرب چیه؟ یه چیزی که داره یه پریود ثابت باشه، مثل ثانیه شماره ساعت، چیزی که سرعتش یک نواخت باشه. ما میتونیم این کارو با پای خودمون انجام بدیم، ولی به شرطی که سرعت تند و کند نشه. با یه سرعت یه نواخت از اول شروع کنیم. اگه میخوایم تند باشه از اول تا آخر باید ضرب پامون رو تند بگیریم. اگه میخوایم کند باشه از اول تا آخر باید کند باشه. اینا چیزاییه که حتما باید رعایت بکنیم. سکوت در موسیقی، اشکال مختلف سکوت که اینجا داریم میبینیم، اینا هر کدوم اسم داره و زمان خاص خودشو. به این میگن سکوت گرد. اگه دقت بکنین چسبیده به خط چهارم، سکوت گرد ارزش زمانیش 4 ضربه. به این میگن سکوت سفید ارزش زمانیش 2 ضربه. خیلی ها این دوتا رو با هم قاطی میکنن. اگه دقت بکنین این چسبیده به خط چهارمه و رو به پایینه، این چسبیده به خط سوم و رو به بالاست. اگه اینجوری در نظر بگیرین هیچ وقت اینا رو قاطی نمیکنین. پس سکوت گرد 4 ضرب، سکوت سفید 2 ضرب. این شکل سکوت سیاه رو نشون میده 1 ضرب، سکوت چنگ 1/2 و سکوت دله چنگ 1/4. سکوت ها هم در نظر داشته باشه، خیلی باهاشون کار داریم. نقطه در موسیقی، نقطه اگر کنار نوت قرار بگیره باعث میشه به اندازه نصف زمان نوت به نوت اضافه بشه. نوت سفید 2 ضرب بود، وقتی نقطه بیاد کنارش نصفش میشه 1 بهش اضافه میشه و در مجموع میشه 3 ضرب. پس نوت سفید نقطه دار میشه 3 ضرب. نوت سیاه نقطه دار، نوت سیاه نقطه دار، سیاه 1 ضربه، نصفش بهش اضافه میشه 1/2 میشه 1/1. سیاه نقطه دار. نوت گرد نقطه دار، نوت گرد ارزش زمانیش 4 ضربه، نصفش بهش اضافه میشه که 2 باشه و نوت گرد نقطه دار میشه 6 ضرب. یه توضیح دیگه براتون بدم در مورد این که اگه دو نقطه کنار نوت قرار بگیره، یه نقطه دیگه اگه کنار این ما بذاریم، مثلا کنار این یه نقطه دیگه اینجا قرار بگیره، نوت اول باعث میشه که به اندازه نصف زمان نوت به نوت اضافه بشه. نقطه اول باعث میشه که به اندازه نصف زمان نوت به نوت اضافه بشه. نقطه دوم به اندازه نصف نقطه اول به نوت اضافه میکنه. یعنی این 4 ضرب این نصفش میشه 2 ضرب و نصف این 2 ضرب 1 ضرب و مجموعش میشه 7 ضرب. یادتون باشه. پس نقطه دوم نصف ارزش نقطه اول رو به نوت ما اضافه میکنه. اما صفحه بعد در مورد خط اتحاد داره صحبت میکنه. خط اتحاد خطی است که دو یا چند نوت همنام رو به هم وصل میکنه. باعث میشه که زمان نوت بعدی یا نوت‌های بعدی به نوت اول اضافه شده و نوت‌های بعدی و نوت بعدی اجرا نشن. یعنی اینجا در واقع ما این نوتو وقتی میزنیم 2 ضربه، 1 ضربه این، 1 ضربه اینم بهش اضافه میشه. وقتی اینو زدیم 3 ضربه شمارش میکنیم و بعد نوت بعدی رو میزنیم، دیگه این اجرا نمیشه. در اینجا که چند نوتو به هم وصل کرده، زمان این دوتا به اولی اضافه میشه، 2 ضرب و 1 ضرب 3 ضرب، اینم 4 ضرب، مجموع میشه 7 ضرب. وقتی ما اینو زدیم 7 زمان صدا کشش پیدا میکنه و بعد از 7 زمان نوت بعدی رو میزنیم، این دوتا دیگه زده نمیشه. کسر میزان،
همیشه بعد از کلید ما یک کسر میزان داریم، 4 4 3 4. این 4 بالایی یه معنا داره، 4 پایینی یه معنا. 4 بالایی تعداد رو مشخص میکنه، 4 پایینی میگه یک ضربی بودن، یعنی 4 تا نوت یک ضربی. در مجموع معنیش این میشه که در هر میزان 4 زمان نوت میتونه وجود داشته باشه. وقتی کسر 4 4 داشته باشیم، میتونه یه نوت گرد باشه، میتونه دوتا سفید باشه، میتونه 4 تا 1 ضرب باشه، 3 ضرب و 1 ضرب 4 ضرب. پس مجموع میزانای ما 4 باید باشه. اما بعضی وقتا بعد از کلید سول یه علامت سی میذارن. این سی مخفف کامان تایمه. کامان تایم یعنی میزان کامل. میزان کامل به میزان 4/4 میگن. پس میزان کامل یعنی همون میزان 4/4، یعنی در هر میزان 4 زمان نوت وجود داره. 3/4، 3 تا نوت 1 ضربی، یعنی در هر میزان 3 زمان نوت وجود داره. پس اگه دقت بکنین، این 3 ضرب 2 1 3 1 1 1 3، 2 تا نیم 1 با 1 2، 2 تا نیم 1 و مجموع 3، پس 3 ضرب. درس اول گیتار، First string notes، نوتای سیم اول. موقعی که دایره یه نوت با هر شکلی بین خط 4 و 5 قرار بگیره اسمش میه. ما باید حتما حروف الفبای موسیقی رو یاد بگیریم که بدونیم ای یعنی می. حالا این می جایگاهش روی گیتار کجاست؟ اینجا ما گفتیم نوتای سیم اول. پس فقط راجع به نوتای سیم اول داریم صحبت میکنیم. این دسته گیتاره، سیمای گیتار، سیم 1 2 3 4 5 6. خب پس وقتی دایره نوت بین خط 4 و 5 قرار گرفت اسمش میه. اما جای اون کجاست؟ open one string، آزاد سیم اول. پس هر وقت این نوت رو داشتیم آزاد سیم اول میزنیم. موقعی که دایره نوت خط پنجم رو نصف بکنه اسم اون فا هست. ما باید یاد بگیریم که اف یعنی فا. جای اون روی گیتار وانست فرت، وانست فینگر، فرت اول، انگشت اول، فرت اول، انگشت اول. گیتار رو دوست من میگیره و نشون میده. الان می رو که بخوایم بزنیم دایره نوت اینجاست، می آزاد سیم اول. پس هر وقت این نوت رو داشتیم دست باز به صورت آزاد میزنیم و نوت می میشه. خب دایره نوت گفتیم وقتی خط پنجم رو نصف کنه اسمش فاز، فرت اول، انگشت اول. ببینیم فرت اول با انگشت اول گرفته میشه و ضربه زده میشه. وقتی دایره نوت بالای خط پنجم ماست و برون باشه اسمش هست سول، جای اون ترت فرت، ترت فینگر، فرت سوم، انگشت سوم. ببین خب الان ما میخوایم پشت سر هم بزنیم، بزنیم می فا سول. پس به این ترتیب نوتای سیم اول رو ما یاد گرفتیم. حالا ما میخوایم تمرین اول که مربوط به درس اول و سیم اول میشه رو اجرا بکنیم. با هم دیگه گوش میدیم با یه سرعت که دوستان با ضرب پا میگیره. دقت بکنین اجرا میکنه براتون. یک میزان شمارش میده و با همون سرعتی که برای شما شمارش میده با همون سرعت اجرا میکنه. تمرین بعدی رو یک میزان میشماریم و شروع میکنیم. یک میزان شمارش 1 2 3 4 رو میشماریم که بدونیم سرعتمون چیه و بعد با همون سرعت اینو شروع بکنیم. بشماریم یک میزان 1 2 3 4. کسر میزان 4 4ه، پس شمارش های ما تا 4 بود. به همین دلیل 1 2 3 4 1 2 3 4 شمارش همون به این ترتیب بود. خب تا اینجا تمرین 1 و 2 رو زدیم. تمرین بعدی رو میخواییم بزنیم از درس اول. دوباره یه شمارش میشمریم که سرعتمون مشخص باشه. حالا این دفعه میخواییم یه ذره سرعت رو تندتر بکنیم و با سرعت یه ذره تندتر بزنیم. 1 2 3 4. Thank you.
درس اول میشد. تمرین خیلی ساده ای بود و فکر نمی‌کنم چیز خاصی داشته باشه که بخوایم توضیح بدیم. در مورد استیل دست تماما توضیح داده بودیم که البته سبک پاپ گیتار رو روی پای راست میذارم، ولی به شرطی که گیتار شما آکوستیک باشه. گیتار ما چون کلاسیک هست و دست کوتاه، پس سعی میکنیم همون فرم کلاسیک رو گیتار رو روی پای چپ بذاریم و همون فرم بگیریم که به مشکل بر نخوریم و خیلی راحت بتونیم از گیتار استفاده کنیم و راحت نوازندگیمون رو بکنیم. استیل دست رو قبلا توضیح دادیم، دست چپ به چه شکل، شست کجا قرار بگیره، فشار شست روی این قسمت و این قسمت پشت فرت دو قرار میگیره و انگشتا کاملا عمود. انگشتا وقتی روی پرده های گیتار گذاشته میشه دقت داشته باشین که انگشتا به این حالت باشه، بندای انگشت رو به داخل به هیچ وجه نشکنه، تمام بندا به این حالت رو به بیرون باید شکسته باشه. نوک انگشت رو روی سیم میذاریم و دقت داشته باشین که انگشت همیشه نزدیک به فرت پایینی گذاشته بشه.